که دعوت روزاروز رو قبول کردید برای اولین سوال، چون در بزنگاه این نارامی‌های سیاسی اخیر ایران هستیم، می‌خوام ببینم که تحلیلتون به چه شکل هست و اینکه آیا اصلا پایه طبقاتی رو میتونیم در نظر بگیریم برای آنچه این روزها اتفاق افتاد در ایران. کسانی که در واقع خودشون رو در وضعیت نامناسب میدونن یا فکر میکنن باید وضعشون به نسبت زحمتی که میکشن بهتر از این باشه، علاوه بر اینی که امکاناتی رو در اختیار خودشون نمیبینن، این تصور رو دارن که این امکانات به نحو کاملا غیر عادلانه بخش شده. یعنی این که شما وضعتون بد هست، این وضع رو ناشی از بخشن بی‌عدالتی یا تقسیم ناعادلانه در واقع امتیازها در جامعه میدونین، راهی هم برای خروجش نمیبینید. شما وضعت خوب نیست، احساس میکنی که این وضع خوب نبودن رو همه توش نیستن، جبهه جنگ نیست، شما تو جبهه جنگ خاطریز نشستی، همه طرف هم داره تیم میزنه ولی همه اونجا نشستی، به کسی به درجه کسی نگاه نمیکنه، همه اونجا یک در واقع ظلم به سویه است. وقتی هیچ کدوم اینا شما رو راضی نکنه، هر جرقه ای، هر حرکتی، هر چیزی میتونه شما رو به حرکت در بیاره و احساس کنی که یه جور دیگه ای باید مطالبه بکنی. خیلی این عبارت به ویژه تو شبکه‌های اجتماعی هستش که طبقه متوسط خودش رو وارد ندونست، حمایتی نکرد. من می‌خوام ببینم که آیا این رو شما، حالا اگر بخوایم یه مقدار طبقاتی هم ببینیم، این حالا تعابیری که استفاده میشه رو شما بهش صحه می‌گذارید؟ فکر می‌کنین که این خارج از طبقه متوسط اتفاق افتاد یا اصلا یه پایگاه دیگری داشت؟ متوسط چه به معنای خوبش چه به معنای بدش، یعنی اصلا متوسط الحال نیست یا اون چیزی که بهش میگن خرده بورژوازی نیست اصلا. نه، تغییرات سیاسی در کشور ما عمدتاً توسط همین گروه میانی جامعه هم شده از زمانی که به وجود اومد، یعنی از زمانی که در واقع حکومت پهلوی اول اقشار شهرنشین رشد پیدا کردن، باسواد شدن و در واقع وارد عمدتاً هم وارد یه دیوان سالاری دولتی شدن که بهشون امکان میداد که با مزد بگیران در واقع، یعنی تبدیل به حقوق بگیر شدن بیشتر تا مزد بگیر. یک گروه میانی در جامعه داری که خیلی گسترده است، خیلی خیلی گسترده است. یک نوع تستیح در این وضعیت طبقه متوسط به وجود اومده، یعنی ما وقتی که نگاه میکنیم از دهک 4 تا دهک 9 تفاوت چندانی نمیبینیم، تفاوت چشمگیری نمیبینیم. یعنی یا شما زیر خط فقری یا روی خط فقر داری بالانس بازی میکنی، یا اگر هم یه ذره بالاتری هر آن ممکنه که به این زیر کشیده بشی. این هیچ متوسطیتی توش نداره خانم. ولی اگر بخوایم برگردیم به همین نارامی ها و احساس بکنیم که این در واقع جرقش کجا خورده، یا این که چه افرادی بانیان این قضیه بودن، یعنی بانیان نه به مفهومی که رفتن یه پلاکارتی گرفتن، یعنی میخوام ببینم که توی چه خاستگاه اجتماعی این اتفاق افتاده. اصلا بحث طبقه رو بذاریم کنار، ما نمیدونیم، خود شما در واقع چقدر از آمار دستگیر شده ها، یکی اینو داریم، از آمار دستگیر شده ها میشه فهمید که اینها جوان هستن. شما زنان و مردان میدیدین، ما گروه های شهرنشین میدیدید، از نوع لباس پوشیدنشون معلوم بود که برای همونجا زندگی میکنن، نوع رفت و آمدشون یه حالت طبیعی تو خیابون و کوچه ای داشتن. آیا صرفی شما در واقع حتما بحث حالا اون آشوب های خیابانی سال 71 تو حالا اسلام شهر و یک منطقه از مشهد تو حاشیه ها خاطرتون هستش و قاعدتاً چون دارید یه جوری مسئله اجتماعی روز ایران رو دنبال میکنید، تقریبا میدونید که حالا این جریان های اجتماعی کجا داره چه اتفاق میفته. خود شما وقتی این وضعیت اتفاق افتاد چقدر براتون اصلا یه جوری شوکاور بود، یا اینکه نه اصلا فکر میکنید چه این چیزی ناگزیر هست داره اتفاق میفته؟ میخوام ببینم که مواجهتون چی بود؟ بخشیش که اصلا شوکاور نبود، یه بخشیش ما داری جای سوال چی براتون جای سوال داشت؟ اولا این که به هر حال از نقطه نظر زمینه و مطالبه گری و اینا به نظر من کاملا امر طبیعی. غیر از اون ما از تقریبا یک سال نیم پیشش شاهد حضور مردم توی خیابون بودیم. حالا جلوی بانک
ایکس جلوی مجلس و مجلس جلوی نمیدونم قوه قضاییه داخل پیش هم چیزایی نمیدید این صورت تو اینا، یعنی آنن همه رو هول میکرد اصلا اگه 50 نفر یه جمع میشن، ولی من دیدم که نه خیلی هم جمع میشن کسی هم هول نمیشه به اون معنا که خیلی خوب البته، یعنی نشانه پیشرفته در واقع. پس اصلا به نظرم این بخشش به نظرم من عجیب نبود که یه دی بیان مطالعه بکن. اون بخشش که برام عجیب بود در واقع سرعت حالا اگه بخوام بگیم رادیکالیزه شدن این ماجرا بود که شما ناگهان در واقع مطالبات تبدیل به یه سری شعارهایی شد که خیلی شعارهای سیاسی هم بعضن تندی بود بعضن تند، حالا نه لزوما به خاطر اینکه فقط حرفای قرار به نظر من قشنگی نمیزدن، یعنی تند فقط نه از نظر شعارهایی میکنی از نظر بحث محتوایی هم مثلا شعار میدادن که اصلاح طلب اصولگرا تموم شد دیگه تمام ماجرا. خب ما خودمون 20 سال داریم مینویسیم این چیزا رو، خیلی برای من عجیب بود، یعنی میخوام اینجاش بود که برای من عجیب بود، آیا این رو باید تعبیر کرد به یک رسیدن به بروغ بالغ شدن یه جنبشی که آقا فهمیده که تا حالا مثلا گول خورده بوده در این دوگانه، یا باید تعبیر کرد به یک حرفی که زده میشه و زمینه آماده پیدا میکنه همه تکرارش میکنن یه جور هیجان زدگی، یا نه واقعا به این بلوغ شما تعبیرش میکنید؟ ببینید من فکر میکنم یه عده حرف نمیزنن که سیاسی هم فکر میکنه، سیاسی هم میاندیشه، روی تمام این سه تا سطحی هم که من گفتم حساسیت داره ولی ساکت حرف نمیزنه، یا مجاری سخن گفتن، یا حالا به هر دلیلی نه ساکته، حالا بخوام نه حرف بزنه. من آمار و ارقام دولت رو تکرار میکنم، بین 15000 نفر تا 50000 نفر در کل، حالا بگیم نه 150000 نفر، بگیم نه 300000 نفر، به نظر من در مقابل این 300000 نفر، من به دلیل اتفاقات و وقایعی که سال 88 افتاد میگم، ما باید یه چیزی بوده 3 میلیون نفر دیگه هم داریم که همچنان حساسن، همچنان فکر میکنن به ماجرا و در همون شرایطی به سر میبرن که این افراد به سر میبرن، ولی اینها به صداشون شنیده نمیشه، به یه شکل این نارامی ها که به وجود میاد، این که نمیتونن در واقع افراد حرفشون رو بزنن یا از یه سی کانال ها صحبتشون رو مثلا منتقل بکنن به اون حوزه قدرت، قدرت کلان که حاکمیت هست و دولت، در واقع همین فقدان جامعه مدنی باشه. من خواهم بینم که این جامعه مدنی، حالا جامعه مدنی که به ویژه در دوره احمدی نژاد تا حد ممکن ضعیف شد، فرسوده شد و خیلی کوچک سازی شد، بود و نبودش رو با این نسبت نارامی ها میتونید توضیح بدید؟ شما برای اینکه بتونید انسجام اجتماعی رو حفظ، برای اینکه بتونید هم در واقع نظم داشته باشید و هم آزادی، ناچار هستید که یک نوعی ساختار نمایندگی شدن افراد رو تنظیم بکنید، که هر آدمی بشینه فکر بکنه میبینه که این برای اینکه با فرزند خودش بتونه صحبت بکنه باید که یک واسطه اینجا وجود داشته باشه که این نسل ها رو به هم متصل بکنه. هیچ دولت قوی بدون جامعه مدنی قوی شما ندارید، یعنی امکان نداره، شما دولت زور دارید، فرق تفاوتی آرنت در آن کنه بین زور و قدرت. بله. زورش میتونه زیاد باشه اما قدرت یه چیز دیگه هست. حالا ما بگیم اقتدار برای هرچه هر اسم دیگه میخوایم براش بزنیم، دولت مقتدر، دولت مقتدر با دولت زورگو فرق داره. بله، شما در بسیاری از کشورهای جهان سوم دولت‌های زورگو دارید که همه به سکوت وادار می‌کنند، اما دولت مقتدر یه چیز دیگه است. شما دولت داره. برای این کار شما یک جامعه مدنی به همون اندازه در واقع قدرتمند می‌خواد. جامعه مدنی هم من که ازش صحبت می‌کنم، منظورم نهادهای فقط سازمانهای NGO و سازمان مردم نهادهایی نیستم، منظورم مطبوعاته، منظورم احزابه، منظورم اتحادیه هاست، منظورم اصنافه، منظورم دانشگاهه، به عنوان یکی از پایه های جامعه مدنی ایناست. من منظورم واقعا میخوام بگم که این اصل نمایندگی کردن درسته. یک اصل اون حالا جامعه مدنی هم هست که در واقع بله. حالا ما حرفمون اینه که آقا بالاخره اصلا این افرادی که اومدن تو خیابون، اینو که دیگه میگیم که اومدن تو خیابون، 100000 نفر، 45000 نفر اصلا، خب
اینا بالاخره کی؟ اینا حتما اومدن چون کسی نمایندگیشون نکرده دیگه. خب این ما باید به این فکر بکنیم، یعنی این اتفاقی که افتاد باید پرسش هایی در زمینه ساختار و ساماندهی و سازماندهی سیاسی در کشور ما مطرح بکنه و ما به دنبال پاسخ به اونها باشیم. فکر میکنیم با توجه به این پسا ناآرامی موضع‌گیری هایی که شد، که حالا برخی گفتن اسرائیل، عربستان و حالا به فک فامیل صدام هم ارجاع دادن و این موارد رو مطرح کردن، من میخوام ببینم که از این پاسخ ها شما به این میرسید آیا سقفی که احتمال داره ما با اون ارزیابی عقلانی این نارامی برسیم و براش بخوایم ترپرسش بکنیم، پاسخی بهش بدیم؟ من فکر میکنم حالا این افرادی که شما گفتین چون تریبون بیشتر دارن، این حرفا رو بیشتر شنیدین، چون آدم رو همه مقداری به هر حال آزار میده، خیلی بیشتر تو بوقو کردن میشه تو خاطر آدم میمونه، چون پای آدم به سنگ میخوره تا دو روز پاش درد میکنه، ولی اگه شما روی گل بشتونین که تا سه روز که تو دماغتون نمیمونه، که تا زمانی که اون صدا شنیده نشه نمیتونم که در واقع راجع به این بخشی که صداش شنیده میشه تحلیل درستی داشته. سازماندهی سیاسی کشور ما چرا توان این رو نداره که بتونه صدای گروه های مختلف اجتماعی رو در واقع برسونه؟ حرف من اینه که ما جامعه مدنیمون ضعیفه، تضعیفش هم کردیم، اون بخشی هم که هست توجه نداره به این وظیفه خودش. ببینید ما انتظار از یک حزب سیاسی اصلاح طلب اینه که بیاد و یک پروژه اجتماعی رو رومیز بذاره، بگه آقا میشه کار دیگه ای کرد، نوع مالیات ستانی میتونه تفاوت بکنه، هیچ دولتی نمیتونه مالیات ستانیش رو تقویت بکنه بدون اینکه یک ائتلافی بکنه با یه اپوزیسیونی که همین رو میخواد. ما میدونیم که بزرگترین مشکل شهر تهران که به شهر فروشی انجام میده و این وضعیت رو برای این کلان شهر و پایتخت مملکت و کلان شهر دیگه ایجاد کرده، فروش زمین. راهش همه میدونیم گرفتن مالیات از شهروندان. ولی اینو میدونیم که شما میگید بابا ما 200,000 واحد مسکونی خالی داریم تو بشه، چرا مالیات نمیبندید؟ این کارو یه اپوزیسیون قبلی میتونه. شما من میشینیم به این نتیجه میرسیم که راه حلی جز این نیست، اینو میذاریم جلو پای دولت، میگیم آقا شهر نفروش، عوام نفروش، ارتفاع نفروش، مالیات. غیر از اینی که این سرمایه اجتماعی به این معنا میتونه به کمک جامعه مدنی بیاد، به این معنای امید به تغییر، امید این که قراره یه جور دیگری دیده بشه، یه جور دیگری مسائل بررسی و تحلیل بشه، خود این امید هم تنش اجتماعی. من به نظرم اینا هست، راه حل عجیب غریبی نیست، کاملا هم در توان و در چشمانداز و در امکانات مملکت ما قرار داره. ما امروز در ایران آلترناتیو اصلاح طلبانه داریم، نه فقط چون گفتمانش رو داریم بلکه پایگاه اجتماعیش رو داریم، زمینه اجتماعی اصلاحات در ایران وجود داره. امروز از 100 تا جوان 90 تاش میخوان و ازشون بهتر بشه از طریق اصلاح، اون 10 تاشون شاید بگن نه اصلاح پذیر نیست. زمان پهلوی دوم برعکس این بود. از اینجایی که ایستادیم و با این صحبت هایی که کردیم به آینده نگاه بکنیم، تحلیل شما چه خواهد بود؟ ببینید من فکر می‌کنم هر ملتی یک سری ثروت داره، یه سری هم کم بود داره. اگر که از ثروتاش درست استفاده نکنه به جایی نمیرسه. این حرف وقتی من اینجوری میزنم میگن خب اثر منش شمسی، ولی به محض اینکه ما میانیم این رو ترجمه میکنیم به زبان سیاسی روز میگن نه نمیشه. نشون داده شده، اثبات شده آقای خاتمی، آقای موسوی، اینا سرمایه اجتماعی این مملکت هست، درست تو زمینه ای که ما کمبود داریم، یعنی تو اون زمینه که من خدمتتون میگم جامعه مدنی و یک اپوزیسیون دارای برنامه اجتماعی. به نظر من خیلی راه حل
میتونه روشن باشه این افرادم که دیگه سالها اثبات کردن که بابا در این چارچوب میخوام کار بکنم، برای این چارچوب دلسوزی دارم، به فرض این که مثلا در یه دوره ای شما با هم کل کردی که نمیتونی بگی که آقا تو زدی میخوای بزنی زیر بازی، اصلا زیر بازی بزنی که چی بشه، چه اتفاقی بیفته، یعنی فقط تو این بازی آقای خاتمی معنا داره، فقط تو این بازی آقای موسوی معنا داره، بیرون از این بازی که معنا نداره، پس معلومه که میخواد این بازی رو حفظ بکنه. غیر از اینی که این سرمایه اجتماعی به این معنا میتونه به کمک جامعه مدنی بیاد، به این معنای امید به تغییر، امید این که قراره یه جور دیگری دیده بشه، یه جور دیگری مسائل بررسی و تحلیل بشه، خود این امید هم تنش اجتماعی.